آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش، این یکی دیگه مثل پرونده های دیگر نیست، کیفری است، فدرال و 37 فقره تام. 38 38 151 سال پیش آقای یولیسیس اس گراند، پرزیدنت 18 همه مملکت، با یک کالسکه دو اسبه همین چهار خیابون اونورتر از وایت هاوس دستگیر شد. ایشون فرمانده نیروهای ایالات متحده بود زمان جنگ داخلی، رئیس جمهور 18 ایالات متحده بود، 16 هم لینکنه، لینکنو میکشن، 17 میشه جانسن، جانسن استیضاح میشه ولی با یک رأی نجات پیدا میکنه. جنرال گرانت ارتش بود، البته ارتش بود نداشتیم، سپه بود، البته الانشون 6 ستاره است بعد از مرگش، 3 ستاره هم نیست. با آخر اسب سوار و اسب دوست بود، سوارکار بود. با این کالسکه دو اسبه 1872 دستگیر میشه. 151 سال بعد میبینیم که یک سری فقره اتهامات در علیه ایشون هست، علیه رئیس جمهور سابق هست، در دادگاه ایالتی در منهتن و حالا هم یک کیفرخواست بسیار مفصل در دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه استحفاظی جنوب فلوریدا هست. من خیلی سریع اول برگردم، من خط به خط این شکفایی مزه بخوام، این کیفرخواست 44 صفحه رو خوندم. ما یه اصطلاحی داشتیم هم در دانشگاه حقوق هم در کارمون، میگه موقعی که یه جا هست میگه United States of America علیه فلانی، Good luck، خدا کمکتون کنه. این ببینید که چون کیس پرونده کیفری هست، طرف مقابل ایالات متحده است، شخص خصوصی نیست، شخص ایالات متحده آمریکا علیه دونالد جی ترامپ. قاضی که به این پرونده الان منصوب شده، خانم ایلین کالن ایلین اگه اشتباه نکنم، ایشون خودش منصوب آقای ترامپ هست، فارغ التحصیل دانشگاه های دوک هست و دکتراش از دانشگاه میشیگان گرفته، حقوق میشیگان که دانشگاه خوبی مملکت هست، ولی توی همون حوزه استفاضی منطقه جنوب فلوریدا که از قضاتی هستش که دادگاه تجدید نظر در پرونده هایی که کیس آقای ترامپ اونجا رفته بسیار ایشون رو به قول معروف پرونده ها رو انتقاد ازش کرده. یعنی مثلا همین پرونده مدارک که به قول معروف محرمانه یا طبقه بندی شده هم ایشون یکی از قضاتی بود که دادستانی باش زد و خورد، نباش بدبستان داشت، باش بخاطر مراوده داشت، گهگاهی که علیه دادستانی رأی میداد به نفع آقای ترامپ، دادگاه تجدید نظر در اون حوزه اگه اشتباه نکنم حوزه دهم میشه، فلوریدا و جورجیا میشن حوزه دهم استیناف. همینجا یه پرانتز باز بکنم، یک چرا فلوریدا و دو چرا میامی؟ خب اول اینکه فلوریدا جایی هستش که اتفاق گناه یا جرم اونجا مرتکب شده. قانون گذار میگه شما یک چیز داریم اسمه جورستیکشن، حوزه استحفاظ، یک چیز اسمه ونیو، محل و مکان. اول اینکه قاضی بعد در اون محل در اون دادگاه باید روی شما استحفاظ داشته باشه، روی شما به قول معروف احاطه داشته باشه. اگر شما مثلا شما الان شهروند دیستریکت آف کلمبیا واشنگتن به حساب میاد، چون اینجا زندگی میکنید، نمیگن رزیدنت، میگن سیتیزن. شما اگر در کانادا در کالیفرنیا هستید میگن شهروند، سیتیزن آف کالیفرنیا. خب پس یک قاضی که در اون دادگاه هست، شما نمیتونید از قاضی دادگاه مثلا آیداهو بگید که ایشون بیاد شما اعلان جو. حالا قسمت دوم این است که شما ممکنه شهروند فلان ایالت باشید ولی رفتید در ایالت ثانی خلاف کردید. شما اولا خودتون رو زیر حوزه استفاضی اون قاضی اون منطقه حقوقی آوردید. نکته دوم، جرم کجا مرتکب شده؟ آیا جرم در واشنگتن بوده یا نه؟ نه ولی پالم بیچ، چرا تو میامی؟ حوزه استفاضیه اونجاست. بالاخره دادستانی اون شما میامی، اون دادگاه فدرالی که اونجا هست پالم بیچ هم کاور میکنه. یعنی تحت پوشش قرار میده. دوم، قانون گذار میگه که باید جایی باشه که بیشترم اینجا پرفرنس یا به اون ارجحیت هم به مدافع میدن، به متهم میدن، میگن آیا جای کانوینینت، جای مقبول و جای قابل به قول معروف جای چی میگن کانوینینت رو به فارسی اگه شما ترجمه کنید قابل راحتی. جای راحتی از لحاظ قانونی برای مدافع برای متهم هست یا نیست، مثلا برای آقای ترامپ که با اون بالاخره هیئت همراهش و سیکرت سرویس به جای بهتری احتیاج داره. هم اون ولی از اون طرف هم به قول معروف اون بحث مخالفش میشه باشه، نه ایشون رئیس جمهور سابق مملکت هر جا بخواد میتونه پرواز کنه، اون مشکل خاص نیست. پس نکته اول، آیا ایشون شهروند اونجایی که اینجا این اتفاق افتاده هست یا نه، یا اینکه اگه شهروند نباشه خودش رو دفتر در منطقه استفاضی قرار بده در اون حوزه قضایی، شاید اصطلاح بهتری باشه. نکته دوم این هستش که مدارک، شواهد، ویتنس ها، شاهدین، اینا بیشتر کجا هستن؟ به میگن ونیو. به خاطر همین و دادستانی اومده یک جای رو برگزیده که متهم نتونه جا رو عوض بکنه. یکی از اولین کارهایی که شما
به عنوان یک وکیل مدافع میکنه. شما بس مثلا میگم شما چه کیس مدنی، چه پرونده مدنی و چه پرونده جزایی علیه من بیارید، اولین کاری که من میکنم میگم قاضی صلاحیت نداره، جورستیکشن رو من نداره. خب اینو نمیتونن اینجا بگن. حرف دومی که میزنم میگم ونیو درست نیست، من شهروند فلانم، ایشون شهروند فلانجاست، کارم در جای اکس یا ایگرگ اتفاق افتاده، حالا شما اومدین در اینجا ما رو سو میکنید یا اینجا بمشه، این رو هم نمیتونن بگن چون اکثر چون مدارک اونجاست، شواهد اونجاست، در اون حوزه است، نمیگم در خود شهر میامیه، مثلا در دادگاه مثلا یک نمونه عرض کنم خدمتتون، حوزه استفاضی مرکزی کالیفرنیا، سنترال دیستریکت اف کالیفرنیا، بزرگترین حوزه قضایی است، تقریبا تمام لس آنجلس و هومر رو تا شمال، یعنی از سان فرانسیسکو سن حوزه به پایین تا لس آنجلس رو تحت پوشش قرار میده، دیگه سان دیگو میشه حوزه جنوبی. شما در تمام این حوزه میتونید یکی رو که اونجا مرتکب عمل خلاف شده ازش شکایت بکنید. اما اگر مثلا این می‌خواستن در دادگاه‌های فدرال کالیفرنیا علی آقای ترامپ اعلام جرم بکنن، این درسته. پس نکته اول به نظر من دادستانی خیلی محافظه‌کارانه بخواد اینکه مطمئن بشه نتونن سر این وقت بکشن، سر این هزینه زیادی برن، سر این پرونده رو ترخیص بکنن. جای شکایت کرده که آقای ترامپ هم خانه‌شه، هم محلی که اتفاق اتهام جرم افتاده، مدتی جایی که اکثر شاهدان هستن و مدارک و شواهد اونجاست. از نظر هیئت منصفه هم در مقایسه با نیویورک بهتر برای آقای ترامپ نیست، بلکه بله ایالت بنفشه دیگه تقریبا. ببینید بله و نه، ولی من سر هیئت منصفه خیلی، ببین دادگاه ما دادگاه محلیه، شما در یک منطقه مثلا بیورلی هیلز میخواید بیا داون تاون لس آنجلس اون خیلی فرق میکنه، ولی حوزه استفاضه فدرال جنوب منطقه جنوب فلوریدا بالاخره به اندازه کافی جمهوری خواه داره در مقایسه با نیویورک میگم، حتی نیویورک هم همینطوره، حتی حوزه استفاضه جنوب نیویورک هم دادگاه منهتن رو نمیگم، دادگاه فدرال رو دارم میگم. شما موقعی که میرید در دادگاه بهش میگن وو دایر یا وو دیر، اون روزی که میخواید هیئت منصفه بچینید، طرفین دادستان و وکیل مدافع به اندازه نامحدود میتونن آدم‌ها رو حذف کنن اگر دلیلی به قاضی بدن، به دلیل نامحدود میتونن سه نفر رو بزنن، از قیافه خوشم نمیاد، فقط نمیتونن برای مذهب، نژاد و جندر و جنسیت. بهش میگم باتسن چالش، یعنی که من بفهمم شما هر سه نفر داری میزنن همه سیاه‌پوستن، دادستان میگه اِتس ا باتسن چالش، شما دارید. به خاطر همین انتخاب وکیل هیئت منصفه کار عجیب و غریبی نه، هیئت منصفه خوبی خواهد گرفت این و این قاضی هم قاضی دادگاه فعلا خواهد بود، ولی معلوم نیست که تا ابد این قاضی به قول معروف در این دادگاه حکمرانی بکنه. بفهمید برگردیم به خود پرونده، فرض کنید الان آقای ترامپ به دفتر وکالت شما زنگ بزنه بگه این 37 که شما نیستیم. بگید ما فعلا نیستیم، البته شما گفتید 38، من 37 دیدم، اگه بتونید دوباره نگاه بکنید، حالا 37 یا 38 اگر به دفتر حقوقی شما یا هر وکیل دیگری ابته اینا نظرش باشتا این آقای ناتا هم توش هست، یعنی یه فقره علیه ایشون، سه تا فقره با ایشون مشترک، یه فقره هم ایشون تنها توش هست، برای همین بس 37 متوجه آقای ترامپ. فارغ از تعداد اتهام ها، اگر آقای ترامپ به شما یا به هر وکیل دیگر اینجا در ایالات متحده زنگ بزنه بگه این پرونده رو نگاه کنید، منصفانه با کلاه وکالت بهش میگید که وضع خیلی خرابه، میگید نگران نباش، یا میگید که شاید بشه کاری کرد؟ یه وکیل خوب اگر که پرونده ای رو قبول میکنه دیگه نباید براش فرق بکنه که شما دموکرات یا جمهوری خواه، حتی نباید براش فرق بکنه شما این کار کردی یا نکردی، وظیفش فقط یه چیزه، تا جایی که میتونه رخنه ایجاد کنه در کیس پرونده دادستانی، وظیفه دادستانیه که ثابت بکنه یک متهم خلافکار است، وظیفه وکیل مدافع نیست که بگه من موکل من بیگناهه، وظیفه اونهاست. پس بگی اگر فقط بخوام، همیشه هم شما همیشه موکلین دارید، چه بخواد چه نخواد، موقعی که بحث، موقعی که دفترتون بزرگتر و بزرگتر میشه موکلی خواهید داشت، حالا شخص حقیقی یا حقوقی، کمپانی، چه ممکنه از طرف خوشتون نیاد، دلیل نمیشه که تا جایی که میتونید بهترین سرویس خدمات حقوقی رو بهشون ندید. امروز دو تا وکیلی که تا حالا با آقای ترامپ بودن در این ظرف چند ماه اخیر اونها هم استعفا دادن، من در صفحه 22 یا 23 این کیفرخواست خوندم که آقای ترامپ از اونها خواسته بود که دادستانی دروغ بگن، یعنی اونها هم دارن میشن شاهد. امروز یکی رو آقای ترامپ از نیویورک استخدام کرده با آقای بلانچ، اگه اشتباه نکنم، بله تد بلانچ، که بودن 9 سال دستیار دادستان بوده در همون حوزه استفاضه جنوب نیویورک، فارغ التحصیل دانشگاه بروکلین هست. اگر آقای ترامپ نبود، بگیم یک شخص خصوصی بود، بهش میگفتم همین امروز با دادستانی بشینی بهش میگم پلی دیل، پلی بارگن، توافق کن،
فقره 1 تا 32 5 سال، فقره 33 34 20 سال هر کدوم، فقره 35 5 سال دوباره و فقرهای بعدی هم 10 سال تا 20 سال. اگر احیانا آقای ترامپ هر کدوم از این فقرات به 1 تا 32 تک تک داکیومنت ها یکی 5 سال هستا، تک تک مسند، اگر آقای ترامپ محکوم بشه، مردی 76 ساله، احتمال اینکه تا آخر عمر در زندان بمونه هست. به خاطر همین اگر شما شخصی بودید بگم آقای فرداد فرزاد شما آمدید و من بدونم مسئله غرور، مسئله سیاسی، مسئله فقط و فقط به بحث حقوقیش بپردازیم، خیلی موقع هم ما به وکیل باید بگم بحث تلویزیونیش نکنیم، رادیویش نکنیم، کتبیش نکنیم، بریم بحث حقوقی. بحث حقوقی بحث ماراتونه، 200 متر نیست. جنگ حقوقی جنگ ماراتونه، جنگ کاغذبازیه، جنگ ادله و استناده. من بهش میگم آقا شما این همه اسناد و مدارک هست، بیایید با دادستانی پلی دیل، پلی بارگن بکنید. یعنی چی؟ یعنی بیایید بگید که من بعضی از این جرمها رو میپذیرم ولی حداقل رأی ساده بشه. مثلا تقریبا تمام این فقره ها جزای نقدی دارن، $100,000 $250,000 جزای نقدیش رو بده. دیدم اکثر اینها مینیمم مندتوری هم ندارن، یعنی قانونگذار نگفته که اگر محکوم شدی باید قاضی یک حداقلی شما رو زندان بندازه. بعضی از گناهان، بعضی از خطاها، بعضی از جرم ها یک مینیمم داره، اینا ندارن، دست قاضی بازه. حالا ولی موقعی که موکل آقای ترامپ هست، موقعی که موکلتون پیشرو حزب جمهوری خواست انتخابات مقدماتی، موقعی که از اول و وسط آخر میگه سیستم قضایی فاسده، من متهم نیستم، گناهکار نیستم، به خصوص پول وکلاش هم نمیده، ایشون میخواد تا آخر این قضیه بمونه و از این مسئله سیاسی درست بکنه. من بین 1 تا 10، 10 خیلی بد، 1 قابل تحمل و حل شدن کجاست؟ اگر این کیس به دادگاه بره 1 تا 10، نه 15 ایشون محکومه، 15 ایشون محکومه. من 21 یا 20 دسامبر در شو شما نره کم کنم در لندن گفتم تا آخر فصل بهار دوباره، الان 12 خوردادیم 20 خوردادیم و اگر ایشون دوباره برایش کیفرخواست فدرال خواهد آمد، البته کیفرخواست فدرال بعدی هم خواهد بود برای قضیه آشوبش روی 6 ژانویه و کیفرخواست ایالتی جورجیا هم خواهد بود. این 38 فقره رو که من نگاه میکنم و اسم شاهدین ببینید اگر توی مثلا روند خود پرونده تو انتخابات پیروز بشه، رئیس جمهور بشه، چه اتفاقی میفته؟ اون بحثی که تا حالا نداشتیم. ببینید رئیس جمهور نمیتونه بحث کیس پرونده جرمای ایالتی خودش رو عفو بکنه، کسی دیگر عفو بکنه، ولی این فدرال هست. صرف اینکه شما خلاف قانون کاری کردید رد صلاحیت نیستید، فقط و فقط در این مملکت اگر برای آشوب و براندازی محکوم بشید دادگاه استیناف هم شما رو محکوم بکنه، اون موقع میگن دیگه نمیتونید. ولی این فدرال میره دیگه اگه رئیس جمهور بشه. اینا اونا نیست، ما از زمان جنگ داخلی تا حالا همچین داشتیم. شما اگه این که سهله قتل هم انجام میداد از داخل زندان ایشون میتونه کاندید بشه، ولی اگر جرم فدرال باشه میتونه خودش رو عفو بکنه. سوال اینجاست، ما همچین چیزی رو نداشتیم. آیا فصل 2 قانون اساسی که قدرت‌ها و اختیارات رئیس جمهور رو میگه، آیا گفته که ایشون میتونه هر کسی رو عفو بکنه؟ خودش هم منظورش بوده یا نه؟ ما هیچ رئیس جمهوری خودش رو عفو بکنه نداشت. ولی این بحث قانون اساسیش بارها شده، چه دوران آقای کلینتون چه دوران خود آقای ترامپ، و به احتمال زیاد به دیوان عالی کل عالی کل کشور رفت. من نکته کوتاه عرض بکنم در پرونده اینا، برای شاید بینندگانم جالب باشه، ما همیشه یک حالت هرم رسم می‌کنیم، میگیم مهمترین چیز در پرونده، اگه بخوام بگیم آقای فرزاد برنده یا بازنده یک پرونده خواهد بود، اول از همه فکر می‌کنه چیه؟ کجا دارید می‌جنگید؟ کدوم حوزه استفاضی هستید؟ به قول شما هیئت منصفه چطوره؟ دادستانش چطوره؟ قاضیش؟ دوم وکلای شما هستن. سوم اینه که حق با شما هست یا نه. حوزه استفاضیش به نظر من الان به نفع آقای ترامپ نه بد نه خوبه. قاضی نسبتاً خوبی است برای آقای ترامپ، ولی از اون طرف بالاخره هیئت منصفه خواهد بود. هیئت منصفه هم یک قربالی خواهد بود از موافقین و مخالفین، کمتر کسی رو پیدا خواهید کرد در هر جای آمریکا، چه برسه دیگه به فلوریدا، که نظری مثبت یا منفی نسبت آقای ترامپ نداشته باشه. نکته دوم وکلایشون، من اینو به قریب به یقین دیگه میگم، متاسفانه وکلای هستند بسیار با کیفیت پایین. وکیلای قبلی که دادن مثلا ایمیلشون بود @yahoo.com، در این حد بود قضیه، و این همه وکیل عوض کردن، چون پول وکلارم نمیده، حرف وکلارم گوش نمیکنه. همین الان یک توییتی زده علیه دادستان که این خودش جرمه. شما دیگه در کیس کیفری نمیتونید دادستان مملکت رو تهدید بکنید. روزای خوبی نیست. من میگم اصلا این رو از قضیه دموکرات یا جمهوری خودم کلی موکل جمهوری خواه ممکنه من داشته باشم، ممکنه موکل دموکرات داشته باشم، ممکنه موکل غیر سیاسی داشته باشم. اینجا اگر این پرونده جلوی هیئت منصفه بره، شما گفتید 1 تا 10، اگه 10 محکومه 1 محکوم نیست، به نظر من 15 ایشون محکوم خواهد شد. ممنونم از شما آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو، دوران شگفت انگیزی که درش زندگی میکنیم.